بسم الله الرحمن الرحيم. فزلة علم بأسماء وصفات إلهي. بدون ترديد شناخت أسماء وصفات الله متعال بهترين علم شرعي وأسباكترين وبرترين مقاصد وأهداف است، زيرا مرتبط ببهترين معلوم يعني الله عز وجل است. بنابراین شناخت الله تعالى از طريق علم بأسماء وصفات وأفعال او برترين علم، و کسب رضایت الله متعال برترین هدف، و عبادت او بهترین عمل، و درود و ثنای الله با اسماء و صفات و توصیف و تمجید او تعالی بهترین سخن است. و این موارد اساس و پایه حنفیت، ملت و آیین ابراهیم علیه السلام است، یعنی همان دینی که تمام پیامبران علیه السلام بر آن اجماع و توافق داشتند، و سخن و توصیه همه آنان بر همین مطلب بود، بلکه یکی از محورهای بزرگی است که دعوت تمام پیامبران از ابتدا تا خاتم پیامبران محمد صلی الله علیه وسلم متمرکز بر آن بود. آنان مبعوث شدند تا مردم را به سوی الله فراخوانند و راه رسیدن به او و احوال دعوت داده شدگان را پس از رسیدن به الله بیان کنند. و این سه قانون و معیار باید در هر دینی وجود داشته باشد و با زبان هر پیامبری بیان گردد. علامه ابن قیم رحمه الله در این زمینه می گوید دعوت پیامبران متکی بر سه محور است. اول، معرفی پروردگار با اسماء و صفات و افعالش. دوم، شناخت راهی که آدم را به الله برساند، یعنی ذکر و شکر و عبادت الله متعال که جامع کمال محبت و کمال تواضع در برابر او تعالی هستند. سوم، معرفی نعمتهایی که بعد از رسیدن به الله در بهشت آماده شده است و بهترین و مهمترین آنها رضایت الهی، تجلی پروردگار و سلام او تعالی بر بهشتیان و سخن گفتن با آنان است. وای درباره بیان این مطلب مهم توسط پیامبر صلی الله علیه و سلم می گوید رسول الله صلی الله علیه و سلم پروردگار و معبود مردم را تا حدی که آنان توان شناخت داشتند با آنها معرفی کرد، و این مطلب را آشکار و تکرار نمود و اسماء و صفات و افعال الهی را به طور مختصر و طولانی بیان فرمود تا جایی که شناخت او تعالی در دل بندگان مؤمنش پدیدار و آشکار گشت و پرده ها و موانع شک و تردید از آنها زدوده شد. همان گونه که ماه شب 14 روشن و درخشان است و برای امتش هیچ نیازی به گذشتگان و آیندگان باقی نگذاشت، بلکه این مطلب را به طور کافی و کامل بیان فرمود و آنان را از هر کسی که در این زمینه سخن بگوید بی‌نیاز ساخت. الله متعال می فرماید در قرآن أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. آیا برایشان کافی نیست که همان ما این کتاب قرآن را بر تو نازل کردیم که پیوسته بر آنان تلاوت می شود؟ بیگمان در این قرآن رحمت و پند است برای کسانی که ایمان می آورند. چرا این گونه نباشد در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید قطعا شما را بر سفیدی و روشنی ترک کردم که روز و شبش یکسان است و پس از من فقط انسان هلاک شونده از آن منحرف می شود. و نیز می فرماید هیچ پیامبری قبل از من نبوده است مگر اینکه بر وی حق بوده که امت خود را به خیری که برایشان می داند راهنمایی کند و آنان را از شری که برایشان می داند باز دارد. ابو ذر رضی الله عنه می گوید پیامبر صلی الله علیه و سلم در حال ما را ترک کردند که هیچ پرنده‌ای در هوا دوبالش را وارونه نمی کند مگر اینکه دانشی از آن به ما یاد دادند. سپس فرمودند هیچ چیزی نیست که به بهشت نزدیک کند و از آتش دوزخ دور گرداند مگر اینکه به شما بیان شده است. محال است که پیامبر صلی الله علیه و سلم آداب قضای حاجت و آداب خوردن و نوشیدن و ورود و خروج را با تفصیل کامل بیان کرده باشد و اقوال
و باورهایی که مرتبط به پروردگار و معبودشان است را ترک کرده باشد. معبودی که شناخت او برترین و مهمترین هدف و رسیدن به او بزرگترین خواسته و بهترین بخشش و نعمت است، چرا این مطلب آشکار نباشد و نیاز به آن مهمترین نیاز نباشد، در صورتی که مردم به هیچ سعادت و صلاح و نعمت و آسایش نخواهد رسید مگر اینکه پروردگارشان را بشناسد و او را عبادت کنند و فقط او تعالی هدف اصلی و نهایت مرادشان باشد و ذکر الله و تقرب او خونک چشمان و حیات قلوبشان باشد. اگر این مورد را از دست بدهد، قطعا شرایطشان از شرایط چهار پایان هم بدتر خواهد شد، چنان که الله عز و جل می فرماید: این هم الا کل انعامی بل هم اذل سبیلا. آنان همچون چهار پایان بیش نیستند، بلکه اینان گمراه ترند. بر این اساس انسان مسلمان به شرافت و فضیلت این علم پی می برد و می داند که یکی از پایه های مهمی است که دعوت پیامبران بر آن استوار بوده و نیز این که تنها راه برای عزت و اصلاح بنده در دنیا و آخرت است. بنابراین هر کس در دلش کمترین علاقه و اشتیاقی نسبت به پروردگار و کسب رضایت و دیدار او داشته باشد، فراگیری این علم و شوق وی برای شناخت آن و افزایش اطلاعات در این زمینه از بزرگترین اهداف و مهمترین خواسته هایش خواهد گشت و دلهای سلیم و آرام بیشتر از هر چیزی مشتاق به شناخت این موضوع هستند و فهم حقیقت در این باره آنان را بیشتر از هر چیزی خوشحال می کنند. مدار سعادت و رسیدن به کمال و درجات بالا و کسب بین نعمتهای دنیا و آخرت و دستیابی به مهمترین و بهترین هدف و آرزوها و هدایا، همین نوع شناخت است. احوال مردم در این زمینه متفاوت است. به گونه ای که برخی به نعمتها و درجات زیادی دست می یابند و برخی کمتر و برخی نیز و کلی محروم می شوند. فضل و احسان در اختیار الله سبحانه و تعالی است و به هر کسی که بخواهد می دهد و الله متعال دارای فضل و بسیار بزرگ است. هرگاه بنده پروردگارش را بشناسد و او را محبوب خود قرار دهد و عبادت الله را به جای آورد و دستوراتش را اجرا کند و از ممنوعاتش دوری نماید، این معرفت و بندگی برایش حاصل می شود. معرفت و عبودیتی که مقصد آفرینش و امر و نهی الهی و کمال و هدف مطلوب انسان است، بلکه نیاز و روح و روانها به شناخت آفریدگار و محبت و ذکر او و شادمانی از این طریق و طلب وسیله برای این مطلب و تقرب به الله بیشتر از نیاز آنها به هر چیز دیگر است. و تنها راه کسب این موارد شناخت اسماء و صفات الهی است و هر اندازه که بنده در این باره آگاه تر باشد، الله را بیشتر می شناسد و بیشتر به دنبال رسیدن و تقرب به الله است. و هر اندازه که انسان در این زمینه نادان باشد، کمتر الله را می شناسد و از او دور می شود. الله متعال به همان اندازه خودش را به بنده می شناساند که بنده در این زمینه تلاش کند. حافظ ابن کثیر رحمه الله در تفسیر آیه انما یخشى الله من عباده العلماء می گوید، یعنی عالمانی که الله را می شناسند و درستی از الله می ترسند، زیرا هر اندازه که شناخت و علم آدمی نسبت به ذات دانا و متصف به صفات کمال و صاحب اسماء حسنا کاملتر باشد، ترس از او نیز بیشتر می گردد. بنابراین شناخت الله ترس و تقوا و امید و آرامش دل را تقویت می کند و بر ایمان بنده می افزاید و منجر به انواع عبادت می گردد و با وجود آن حرکت قلب به سوی پروردگار و تلاش آن برای دستیابی به رضایت او تعالی سریعتر از وزیدن باد در وزیدن گاه ها خواهد بود که به سمت راست و چپش نمی نگرد و توفیق به دست الله یگانه است و هر نوع تأخیر و توانایی در اختیار اوست.